سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم یه سوال عجیب و غریبی در فضای رسانی کشور ما بعد از ناآرامی‌های های افغانستان به وجود اومده که نمیگذارن مخاطب بهش فکر بکنه یعنی یه چیزیه شما باید ذهن درگیرش بشه ولی نمیذارن بهش فکر بکنی من میخوام ماجرا به شما ساده بکنم یه جماعتی در داخل کشور ما هستن اینا با حضور تو در سوریه مخالفن میگن اونایی که رفتن در سوریه مدافعان حرم نیستن مدافعان اسدن اینا با حضور تو در عراق مخالفن اینا با حضور تو در هر کجایی در غرب کشورت مخالفن اینا با حضور تو در افغانستان موافقن چطوری ممکنه همچین چیزی شما میتونید تحلیلش بکنید یه باری که ترجمهش بکنیم یه گروهی از سنتو تو وقتی میخوای بری در سوریه ایفا نقش بکنی برای نابودی داعش اینا مخالفن فریاد میزنن میگه شما مدافعان اسد هستید نه برید اونجا اگر برید مدافعان اسدید اینا با حضور شما در افغانستان موافق هستن دو بار تکرارش کردم که موضوع شما جا بیفته حالا یه مقدار بریم جلوتر یه گروه دیگه هم هستن که با حضور شما در عراق سوریه مخالف و با حضور شما در افغانستان به شدت موافقن و اونم سرویس های اطلاعاتی غربی هستن دقت کنید چه شد بریم یه خورده جلوتر داستان رو به طور جزئی تر بررسی بکنیم میخوام برگردم به سال های بعد بیایم برسیم امروز ببینیم که دارم در باید چه کسانی صحبت میکنم اسم ببریم توییت بخونیم ما در مرز شرقی خودمون با کشور روبرو رو هستیم نام افغانستان این افغانستان همواره با چالش در این سالها روبرو بوده ناآرامی و جنگ بخشی از حقیقت تلخ افغانستان بوده اما این افغانستان با وجود همه این این چالش ها یک ملتی رو داشته که این ملت یک ویژگی عجیب و غریب داشتن و اون ویژگی عجیب و غریب این بوده که هر متجاوزی از خارج از این کشور وارد این کشور شده هر قدرتی از خارج از این کشور وارد این کشور شده با یک باطلاقی روبرو شده به غلط کردم افتاده و افغانستان رو ترک کرده مثالش کجا مثالش شوروی که وارد افغانستان شد مثالش چه کسی مثالش آمریکایی که وارد افغانستان شد بعد از 20 سال با خفت و بدبختی و زاری افغانستان رو ترک کرد با همون طالبانی که گفته بود میخوام برم بکنم نشست مذاکره کرد و الان هم به طور کامل داره نیروهاش رو از افغانستان خارج میکنه این فضای افغانستانه حالا برگردیم به دهه 70 در دهه 70 یک اتفاق میفته و اون اتفاق این بوده که یک عده در داخل کشور شما به طور رسمی برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه شما وارد خاک افغانستان بشید برای نبرد با طالبان این قضیه برای که برای دهه 70 یعنی میگن که ما باید وارد خاک افغانستان بشیم آقا به چه دلیلی وارد بشیم بهونمون به چی میخوایم بریم با طالبان بجنگیم دیگه پس باید بریم تو افغانستان تو کجا تو همون کشوری که گفتم یک باطلاقیه هر کسی رفته اونجا خورده خارج شده و حسابی هم بد و بیراه خورده خارج شده دیگه چرا چون متجاوز شناخته شده دیگه برگردیم به دهه 70 یه مقدار کلافه خواهید شده از این گریز که من امشب توی این شبنامه خواهم داشت ولی موضوع رو براتون آخرش جا میندازم ببینید چه اتفاقی داره میفته در دهه 70 یک تأکیدی انجام میشه بر اینکه شورای عالی امنیت ملی باید مجوز بده ما برای جنگیدن با طالبان بریم وارد افغانستان بشیم من بخشی از یک یادداشت در همین خصوص رو میخوام برای شما بخونم نشست فوق العاده شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل و بیشتر اعضای این شورا به ریاست محمد خاتمی رأی به حمله به افغانستان دادن در داخل این کشورها یه جلسه برگزار شد با حضور آقای محمد خاتمی تصمیم گرفته شد ما حمله کنیم به افغانستان و به عنوان مصوبه برای آیت الله خامنه رهبر انقلاب ارسال شد موضوع حمله به طالبان آنقدر جدی بود که همزمان با طی فرایند در شورای عالی امنیت ملی ده ها هزار نیرو در نزدیکی مرز افغانستان مستقر و با حضور بیش از هفتاد هزار نیروی نظامی ایران رزمایشی برگزار شد که نب نبرد آمادگی برای تقابل نظامی بود با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی همین جلسه که با محوریت آقای محمد خاتمی برگزار شد با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حمله به نیروهای طالبان در خاک افغانستان آیت الله رهبر انقلاب به صورت مستدل با این مصوبه مخالفت کردند و ایران را یک بار دیگر از ورود به جنگی پرخسارت حفظ کردند دو تا سوال رو مطرح بکنم کیا میگفتن حمله کنیم به افغانستان تندروها و افراتیها ها اونهایی که برای نبرد با داعش رفتن در سوریه نه جریان غربی تاکید داشت که ما باید بریم در افغانستان حالا برگردیم به امروز دو تا توییت با هم بخونیم من توییت اول رو برای شما میخونم آیه حسین دهباشی این توییت رو نوشته نوشته که گرچه پیر و چاق و کند شده ام اما هر لحظه اگر همسایگان و هم ریشه های افغانستانی هم اشاره کنند بی هیچ تردید و مننت حاضرم که در نبرد مزار شریف چه با دوربین و چه با اسلحه دوشادوش آنها با طالبان بجنگم ولو جمهوری اسلامی آن وحوش را به رسمیت شناخته و جیش اصیل منطقه خوانده باشه دقت کنید چه داره میگه من حاضرم من در افغانستان بجنگم به بهونهش برای جنگ در خاک افغانستان چیه طالبان من حاضرم برم در افغانستان بجنگم به بهونهم طالبان هست چی کسی داره میگه سازنده فیلم انتخاباتی آیا روحانی من پیشنهاد بهشون دارم آقای دهباشی به نظر افغانستان اگر تونستید اون آقای اشرف غنی یه صحبتی باش بکنید یه ماشین هم تهیه بکنید اشرف غنی بشینه جلوی ماشین شما هم یه فیلم تهیه بکنید اشرف غنی به دوربین نگاه بکنه بگه که من ربنای احمد ظاهر این خواننده افغانستانی خیلی دوست دارم قشنگ سنگ تموم بذارید برای اشرف یه فیلمم برای غربگراها اونجا بسازید دوباره یه غربگرا بکنید تو پاچه ملت افغانستان هم و یک بلای این چینی به سر اونها بیاری این پیشنهاد من به شما هست کمان که در توییتتون گفته بودید دوست دارید اسلحه و سلاح به دست بگیرید دوربین, بگیری. دوربین هم اگر بتونید میخواید به دست بگیرید و اونجا خدمت بکنید در جهت خدمت رسانی به غربگراها با دوربین فکر میکنم این ایده هست که میتونید انجام ولی متن توییت رو دقت کنید داره میگه من حاضرم برم افغانستان بجنگم تفکری که دادی روز مدافعان حرم رو مدافعان اسد میخون جریان غربگرا که تا دیروز اینها رو مدافعان اسد میخون حالا داره تاکید میکنه بر اینکه من حاضرم برم در افغانستان بجنگم به و بهونه هم طالبان هست به بهونه طالبان حاضر میرم افغانستان یه توییت دیگه ازشون بخونیم ببینیم آقای بقیه‌شون هم حرفی از این دست میزنن از یکی از بزرگترهای آقای دهباشی بخونیم آقای حسام الدین آشنا غلبه پشتونها بر افغانستان عجیب و جدید نیست اما سلطه پشتونیسم افراطی زیر لوای طالبانیسم بروز شده پدیده ای تاثیرگذار بر امنیت ملی ایران است داریم میگه یه اتفاقی داره میفته بر امنیت ملی ما تاثیر داره پیام پنهان چیه برو مقابله کن که تاثیر نداشته باشه پیام پنهان چیه دیگه ادامه متن این احتمال رو هم در نظر بگیری که طالبانیسم فعلی نه جنبش اصیل منطقه و ضد آمریکا بلکه پروژه تکاملی یافته در ادامه القاعده و داعش باشد دقت کردی چی شد داره میگه آقا احتمال بدید که یک پروژه آمریکایی باشه و بر امنیت ملی ما اثر داشته باشه ایشون هم پیام پنهانش مثل پیام مستقیمی که آید دهپاشی داده بود اینی که ما بلنشیم بریم افغانستان اونجا ایفا نقش داشته باشیم وسط میدون برای اینکه با طالبان بجنگیم و طالبان رو نابودش بکنیم باز دوباره برگردیم به حرف تکراری اول صحبتم جمع دو تا گروه هستن که اینا میگن ایران در عراق و سوریه نواد باشه ایران در افغانستان باید باشه یه گروهشون غربگره های داخلی هستن همه غربگره ها هم نمیگن یک جماعت خاصی در درون غربگره ها هستن که اینو میگن میگن ایران در سوریه و عراق نواد باشه در افغانستان باید باشه در خارج از ایران هم یه گروه عینن همین رو میگن و اون هم سرویس های اطلاعاتی غربی هستن اما اینا چرا میگن در عراق و سوریه نواد باشی به خاطر اینکه تکفیریاتون رشد پیدا بکنن به خاطر اینکه دولت های تو و یاران تو اونجا نابود بشن تکفیریا اونجا رشد بکنن حالا میگه چرا باید داخل پادگان حالا اینا های که میگن تو در سوریه و عراق نباید باشی چرا تاکید دارن من اینکه تو باید داخل افغانستان بجنگی ببینید حمایت از طالبان یه بخش تهمتی که به ایران زده میشه حضور در افغانستان یه بحث دیگه است یعنی رسما وارد یک کشور شدن و جنگیدن در یک کشور دیگه این اتفاق چرا باید بیفته و چرا مهمه برای یک خلاصه اگر بخوام براتون بگم آرزوی آمریکایی این هست که ما دوچار اشتباه محاسباتی بشیم به عنوان رقیب آمریکایی ها بریم در منطقه افغانستان حضور پیدا بکنیم و بعد از اینکه در باطلاق که شوروی و آمریکا اونجا حضور پیدا کردن و شکست خوردن حضور پیدا کردیم با یک اشتباه غیرعادی مشکوک و شوکه کننده هم به عنوان متجاوز در افغانستان شناخته بشیم هم یک پیوند عمیق بین تکفیری ها به وجود بیاریم چون ما رسما علیه یک گروهی که تندرو هم بوده ورود کردیم دست سلاح بردیم حالا اون گروه هم انگیزه داره دیگه از اینجا باید با تکفیری ها همکاری بکنه اون هم در شرایطی که تو در داخل کشور خودت در نقاط مرزی در غرب کشورت و در جنوب شرق کشور تکفیری هایی رو هم داری به عبارت سازنده با حضور در افغانستان چیکار میکنی جنگ رو به خودت نزدیکتر میکنی بحران رو برای کشور خود جدی تر میکنی دقت کنید چه شد آمریکایی ها با همین استدلال آرزو دارن ما وارد افغانستان بشیم اونجا وارد جنگ بشیم از سوریه از یمن از عراق از اینا بیایم بیرون وارد افغانستان بشیم به طور خیلی خیلی اتفاقی یک گروهی در جریان غرب هم آرزوشون همینه که شما از عراق و سوریه و اینا بیای بیرون وارد افغانستان بشی براتون یکی دو تا نمونه از توییت های آیدهباشی خوندم ده ها توییت هم میتونم از بقیه چهره های بخونم که اونا دارن تاکید میکنه تو از این مناطق از مناطق غربی بیا بیرون که تکفیری ها اونجا پیروز بشن برن فتح بکنن کشور تشکیل بدن بعد بیا برو اتفاقا در مرزهای شرقی وارد شو بیفت فجون تکفیری ها اون هم در کشوری که باطلاق بوده برای همه قدرت هایی که تا الان رفتن اونجا و تجربه شکست خورده داشتن این یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگه که آمریکایی ها دوست دارن برای ما به وجود بیان عجیبه که در دهه 70 به طور رسمی اینا میان میشینن دور یک میز اینهایی که مدام تاکید دارن که ما نباید وارد جنگا باشیم بشیم میان میشینن دور یک میز تاکید میکنن که ایران باید بره در افغانستان همونها الان تاکید بر برای اینکه به بهانه جنگ با طالبان ما باید سلاح دست بگیریم و بریم اونجا حضور پیدا بکنیم حالا ایران برای فرار از این اشتباه موسوی چیکار کرده ایران اومده گفته که خب حالا که در افغانستان یک گروهی هست به طالبان که آمریکا و هند و پاکستان و عربستان و قطر رفتن نشستن با جلسه گذاشتن من یک کاری میکنم من میام جلساتی رو با این گروه برگزار میکنم و با گروه های دیگر افغانستانی جلساتی رو برگزار میکنم به اینها توضیح میدم که راهکار برون رفت افغانستان از این وضعیت راهکار دیپلماتیک و سیاسی از طریق گفتگوی بین افغانستانی هست کشور شما داره در افغانستان در اوج اقلانیت تلاش میکنه که اینها برن به سمت راهکار گفتگوی بین افغانستانی یک عده در داخل کشور شما اومدن دارن تاکید میکنن که ایران باید بره به سمت جنگ در داخل خاک افغانستان مثال هایی براتون زدم توییت های آقایون هست و برای اینکه تو به اینها حساس نشی به این شکل ایفای نقش میکنن وانمود میکنن که نه یه گروهی در ایران هستن اون گروه حامی طالبانه چرا ما حامیش باشیم ما بلند شیم بریم باهاش بجنگیم که هر تاش هم خریت دیگه هم حمایت از طالبان خریته هم جنگیدن در خاک افغانستان جنگیدن در خاک افغانستان به بهانه طالبان هم یک خریتی است که اینها میخوان برای مردم ایران رقمش بزنن خیلی هم مشکوکه که به طور اتفاقی هم شدن با سرویس اطلاعاتی غربی انگار که مثلا سرویس اطلاعاتی غربی یه نفر رو نفوذ داده باشن توی سیستمی گفته باشن برو این اشتباه محاسباتی رو اونجا به وجود بیار که اونها این خاصه ما رو محقق بکنن خیلی اتفاقی اینها توییت هاشون هماهنگ شده با این ماجرا رو فهم کنم که قابل تعامل است وظیفه خودم این موضوع رو توضیح بدم چندین بار یا مطلب رو در این فایل صوتی مرور کردم به خاطر اینکه میدونم مطلب جدیده میخوام جا بیفته میخوام یه بار برای همیشه مطلب برای شما جا بیفته ببینید که چه اتفاقای مشکوکی و به شکل کاملا هوشمندانه به بهانه پرداختن به افغانستان داره در فضای رسانی کشور شما و فضای درک سازی درک سازی برای مردم در کشور شما رخ میده اگر اجازه بدید این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم وقتتون بخیر